تا به حال به این فکر کرده اید که عالم ما چقدر بزرگه؟ شاید تا وقتی که درگیر روزمرگی هامون در سیاره زمین هستیم نه، اما کافیه تا در یک شب صاف و پرستاره به آسمان شب نگاه کنید، به یک بار همه چیز تغییر میکنه. تمام ستاره هایی که میبینین خورشید هایی دور دست هستند که هر کدامشان ده ها، صد ها یا شاید هم هزاران سال نوری با ما فاصله دارند. اما این تمام ماجرا نیست، چرا که همه اونها متعلق به راه شیری هستند، یکی از میلیاردها کهکشان موجود در عالم. پس جهانهای بسیار زیاد دیگری نیز در کیهان ما وجود دارند. شاید حالا با خودتون بپرسید پس آخر جهان ما کجاست؟ و در یک جواب ساده و منطقی، ما هیچ چیز دقیقی از کیهان نمیدونیم، اما تا حدودی به فرضی قوی و محکم رسیده ایم. ماجرای پرسر و صدای تولد کیهان. امروزه می دانیم که احتمالاً جهان ما چیزی در حدود 14 میلیارد سال پیش، یا به عبارت دقیق تر 13 میلیارد و 800 میلیون سال پیش، از یک انفجار عظیم به نام مهبانگ یا بیگ بنگ آغاز شده. اتفاقاً هرچه جلوتر رفتیم اسناد و مدارک علمی بیشتری رو برای تاییدش پیدا کردیم، و یکی از مهمترین این مدارک گسترش و انبساط عالمه، چیزی که ادوین هابل سالها پیش با استفاده از انتقال به سرخ اجرام کیهانی فهمید. حالا در قرنی که زندگی میکنیم تجهیزات قدرتمندتری داریم که میتوانیم این را بهتر درک کنیم. ابزارهای فوق‌العاده پیشرفته‌ای همچون تلسکوپ‌های فضایی که در خارج از اتمسفر سیاره زمین مشغول رصد دقیق اعماق کیهان هستند. سپتامبر 2003 تا ژانویه 2004 میلادی، تلسکوپ فضایی هابل موفق شد تا یکی از عمیق‌ترین منظره کیهانی را در اعماق صورت فلکی جنوبی کوره ثبت کند. شاهکار بود. این بار میتونستیم دورترین کهکشان‌های عالم رو در یک نمای باشکوه تماشا کنیم. حدود 10,000 کهکشان همچون راه شیری ما با میلیاردها ستاره درخشان. هرچند هابل قبل از این تصاویر حرفی از اعماق کیهان ثبت کرده بود، اما هیچ کدامشان به کیفیت این نمی رسیدند. در این تصویر قدیمی ترین و دورترین کهکشان ها در طیف مرئی به رنگ سرخ دیده می شوند. کهکشان هایی با قدمتی حدود 13 میلیارد سال. این درست به آن معنی است که آنها تنها حدود 800 میلیون سال پس از بیگ بنگ دیده می شدند. پس ما به ابتدایی ترین کهکشان های عالم نگاه می کنیم، و هابل سالها تصاویر عمیق دیگری را از کیهان ثبت کرد. اما یه لحظه صبر کنید. اکنون با قرار گرفتن تلسکوپ فضایی جیمز وب در مدار لاگرانژی 2 ماجرا جالب‌تر هم می‌شود. در سال 2022 میلادی بود که جیمز وب برای نخستین بار موفق به ثبت منظره‌ای شگفت‌انگیز از اعماق کیهان شد. نمایی بسیار باشکوه از هزاران کهکشان که این بار در طیف فروسرخ با دقتی بالا دیده می‌شدند، و حالا دورترین تصویر دقیق از کیهان را تماشا می کنید. جایی میلیاردها سال نوری دورتر از خانه در اعماق صورت فلکی جنوبی کوره. قطعاً با نگاه کردن به این منظره شگفت‌انگیز نفسها در سینه حبس می شود. در اینجا صدها و بلکه هزاران جزیره کهکشانی را با وضوحی بالا می بینیم که اکثراً متعلق به لحظات صبح کیهانی هستند، درست چند صد میلیون سال پس از بیگ بنگ. کهکشان‌هایی بسیار قدیمی و دوردست که هنوز ساختار آنها تکامل نیافته. گروهی از دانشمندان در مأموریتی به نام JADES مشغول رصد و مطالعه این کهکشان‌های قدیمی با استفاده از تلسکوپ فضایی جیمز وب هستند. این نمای باشکوه را دوربین قدرتمند وب موسوم به نیرکم در طیف فروسرخ نزدیک با استفاده از فیلترهای رنگی مخصوص ثبت کرده. حالا با دقت بیشتر داری به این تصویر نگاه کنید. در میان هزاران جزیره کیهانی یک نقطه درخشان قرمز رنگ بیشتر خودنمایی می کند. حالا به طرف آن نقطه قرمز می رویم. جرم باشکوهی که احتمالاً خود یک کهکشان بسیار دور افتاده است. بله، شما مشغول تماشای قدیمی ترین و دورترین کهکشان کشف شده در عالم هستید. کهکشان بدوی به نام JADES GS
SZ14-0 در فاصله ای حدود 13 میلیارد و 500 میلیون سال نوری از ما. حالا بیایید این کهکشان دور افتاده رو کالبد شکافی کنیم. دانشمندان با استفاده از ابزار طیف نگار فروسرخ نزدیک وب موسوم به نیرسپک موفق شدن سرعت انتقال به سرخ آن را ثبت کنند. این کهکشان با عدد سرسام‌آور 14.32 بیشترین انتقال به سرخ اجرام کیهانی را دارد که رکورد اکتشافات قبلی وب را هم می شکند. کهکشانی که فقط 290 میلیون سال پس از بیگ بنگ دیده می شود. ویژگی های ظاهری GSZ14-0 هم عجیب است. این کهکشان قطری حدود 1600 سال نوری داره. از طرفی درخشش عجیبش برخلاف تابش سیاه‌چاله مرکزی که در اکثر کهکشان ها هست، احتمالاً به واسطه وجود ستارگان جوانی است که نشان می دهد جرم این کهکشان صدها میلیون برابر خورشیده. پس اگر اینطور باشه، این سوال عجیب هم پیش میاد. چطور طبیعت می تونسته تنها در کمتر از 300 میلیون سال چنین کهکشان عظیم و درخشانی رو بسازه؟ با تمام اینها، داده های وب جنبه های ارزشمند دیگری هم از این کهکشان شگفت انگیز نشان می دهد. همانطور که گفته شد، می بینیم که رنگ کهکشان آبی نیست. این با معنی است که مقداری از نور توسط گرد و غبار کیهانی قرمز شده. پس حتی در روزهای اولیه کیهانی غبارها وجود داشتند. به همین منظور رو برای درک مطالعه بیشتر دانشمندان از ابزار دیگر وب به نام میری این کهکشان را در طول موج فروسرخ میانی هم بررسی کردند و نتیجه چیز عجیبی شد. پس از بررسی ها علایمی از وجود انتشار گاز یونیزه شده قوی در کهکشان به صورت خطوط گسیلی درخشانی از هیدروژن و هلیوم دیده شد. وجود این گازها به همراه گاز اکسیژن در اوایل زندگی این کهکشان بسیار شگفت انگیزه و این به ما نشان می دهد که چندین نسل از ستارگان بسیار پرجرم قبل از رصد اون در این کهکشان زندگی کرده بودند. این مشاهدات برخلاف تصور ما از کیهان اولیه است. با توجه به درخشش این کهکشان حالا می توانیم پیش بینی کنیم که چطور ممکنه در طول زمان رشد کنه. اما تاکنون هیچ مورد مشابهی با چنین سرعت بالای انتقال به سرخی پیدا نکرده ایم. با توجه به اینکه ما تنها یک قسمت کوچکی همچون سر سوزنی از آسمون رو بررسی کردیم و این همه کهکشان را در اون دیدیم، پس احتمالاً در آینده ای نه چندان دور به لطف تلسکوپ فضایی جیمز وب کهکشان‌های قدیمی‌تر بیشتری رو از جهان اولیه کشف خواهیم کرد. کهکشان‌هایی که روزهای ابتدایی کیهان را در گذشته‌های دور به ما نشان می‌دهند.